سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همیشه کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه رپ حواشی دیگه می‌خوایم بررسی کنیم، حواشی اخیر رپ فارسی رو. البته یه مقدار از حواشی به علاوه رپ بتل رو تو این قسمت بررسی می‌کنیم. تو قسمت بعدی حواشی اپیکور و وانتونز رو، چون خیلی زیاد بود و بخوایم همه رو بذاریم توی ویدیو خیلی زیاد و حوصله سربر میشه. اما قبل از هر چیزی حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست، و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. برنامه رو با استوری های جیدال شروع میکنیم. جیدال اول از همه یه استوری گذاشته، نوشت حضرت آقا امسال سال گندگوزی تو رپ فارسی باید اعلام میکرد، خداییش بچه ها کم نذاشتن. و بعدش یه ویدیو فان گذاشت، با هم میبینیم. من توجه داشته باشید، در فضای مجازی تا میتوانید گنده سوزی کنید. مقوله گنده سوزی و ادعا مقوله است که یک ایرانی هیچگاه در آن کم نمی آورد. بعد از اون یه استوری دیگه گذاشت و نوشت راستی از شاخبازی های مجازی بگذریم، فقط بی بی سی و عشق است و تحلیل پرنستار آوردن ساسی. خدایش اگه انقدر بد بود چرا انقدر حرف زدن راجع بهش؟ غیر از اینکه از روشنفکرهامون تا مردم عادی سالها عقده جنسی سرکوب شده دارن و از یه طرف هم سر و گوش همه می جنبه، اون آرتیست هم میدونه زیر شکم نقطه ضعف ایرانی هاست، میزنه تو خال. و یعنی پرنستار با لباس در حال رقص تو خیلی ویدیوها همه جای دنیا بوده و هیچ بدی برای فرزند شما نداره، ای خانواده شهید پرور ایرانی. خب اینو میشه گفت حق داره جیدال، و این خیلی عجیب بود برام. منم بی بی سی رو دیدم که تحلیلگر سیاسی آوردن که بخواد اینو نگاه کنه، حتی یک شبکه به اون بزرگی از این داستان استفاده میکنه. خب معلومه این فردم باهوشه و میره حالا این کارو میکنه. اینکه چقدر حالا کارش میتونه ضرر داشته باشه اینا کاری نداریم، ولی یه نکته ای که هست، خب اگه واقعا کسی این خانومو نمیشناخت چرا همه میشناختن؟ یعنی وقتی داشت این کارو میکرد همه میشناختن و همه جا پر شده بود و کسی رو مثلا جایی نمیدیدیم بنویسه آقا این کیه، شده بود میگفتن ساسی کیه، ولی اونو همه میشناختن. خب این مشکل کجاست؟ همونطور که میدونید این چند وقته یه داستانی پیش اومده بود بین مهراد هیدن و طرفدارای بی تی اس که اگه ندیدین و نمیدونین چیه برید قسمت قبلی رپ حواشی رو ببینید، کامل توضیح داده شده. اما بعد از حالا ماجرایی که داشتن دفعه قبل، این دفعه مهراد هیدن یه استوری گذاشته نوشت دم طرفدارای مشتی گرم، حمایت کردن ما رو جلوی این خیانتکارا. البته با یه سری افراد منطقی و باحال هم آشنا شدیم این وسط، با چندین نفر هم از تیم‌های مختلف اونور آشنا شدیم، دم اونا هم گرم. اینو که هفیچ زدیم، بازم کسی بخواد زور بگه ما هستیم. خب بعد از این و اون به هر حال حرفایی که مهراد زده بود تو ویدیوشو، میگفت آقا اشکال هندسی کپی رایت ندارن و خود این گروه هم از جاهای دیگه کپی کرده، خب خیلی از طرفدارا و فن پیجای بی تی اس میومدن میگفتن این لوگو رو کلا خریده بی تی اس و مثلا فلان شرکتی که قبلا لوگوشین بوده دیگه نیست و از این حرفا. مهراد برای همین داستان اومد دو تا استوری گذاشت. اول از همه این استوری رو گذاشت و نوشت خواستم به این آرمیا اطلاع بدم، اینا رو هم ریپورت کنن. بعدش هم یه استوری دیگه گذاشت و گفت این چی، اینم خریدن، که خب تیکه‌ای بود. خب یکم غیر منطقی واسه این داستانی، کم عجیب غریب بود. خب من میبینم خیلی از طرفدار بی تی اس میان برام مینویسن که ما خیلی مؤدب رفتیم. خب من کامنت ها رو چک میکردم، همه مؤدب نبود و اینکه اصلا شباهت نداشت این داستان، هر زوزنقه ای که نمیشه که بگی اونه. و خب خودتون میدونید دیگه، اگه فن بی تی اس باشید یه دره که حالا یکیش داره باز میشه یکیش داره بسته میشه تو لوگوهاش، و مال مهراد در نبود و هیچ ربطی به این داستان نداشت. از یه طرف هم طرفدار مهراد بعضیشون خیلی میشه گفت سنگین برخورد کردن، رفته بودن توی گروه هایی که به هر حال اینا دارن عکسای عجیب غریب میفرستادن و این داستان ها. و ولی خب یه چیزی برای من عجیبه، شما وقتی زبون اونها رو متوجه نمیشید و حتی ترجمه آهنگشون به فارسی من ندیدم جایی باشه، حالا اگرم هست من ندیدم، چجوری میتونید طرفدار اینها باشید و تو این داستانی هم که اصلا ربط نداره بیاید و خواننده کشور خودتون رو ریپورت کنید؟ اینا از نظر غیر منطقی بود. به هر حال بعد از این در آخر مهراد یه پست گذاشت و به این قائله خاتمه داد. تو پستش مهراد نوشت در صنعت موسیقی همیشه حاشیه بوده، اما برای من که اعتقاد به احترام به تفاوت‌های انسان‌ها و سلایق آنها دارم و آرامش و از آرمان‌های والای انسان می‌دانم، دعوت به خشونت و بی‌احترامی هیچگاه مطرح نبوده.
کسایی که منو دنبال کردن میدونن که هدفم تشویق همگان به پیشرفت شخصی بوده و دیگر هیچ. لطفاً به جریانات اخیر بیشتر از این دامنه ندهیم. و اینجوری تموم کردین داستانو. اما نکته جالب این بود که امروز کنیس اومد یه پست گذاشت، یعنی یه استوری گذاشت در اصل اینجوری و نوشت مردم دیگه قدر موزیک خوبو نمیدونن، فقط شهرهای زیبا، که به این اشاره میکنه که همین موضوعی که من گفتم، خب نمیدونن داستان چی، اصلا چی داره میگه طرف، موسیقیش چیه، موسیقیش خوبه نیست، فقط چند تا بچه خوشگلن و خوششون میاد. این حالا خیلی عجیب، حالا بازم به این سلیقه باید احترام گذاشت به هر حال، ولی خب نمیدونم، بهتره من راجع به این زیاد نظر ندم. خب اما از این داستانا که بگذریم میرسیم به داغ‌ترین، میشه گفت حواشی این چند وقته، البته که اپیکور و وانتونز هم خیلی داغ داستانشون، اما یه داستانی که خیلی اینجا داغ و قراره یه حرکت باحالی بشه توش، هم خیلی من دارم میبینم حرکتای مثبتی دارن انجام میدن، اونم چیه؟ بتلیه که قراره خشار اسار و پوریا پوتک ما هم داشته باشن. حالا داستان چی، از کجا شروع شد خودتون میدونید دیگه، تو قسمت قبلی گفتیم اونجا بود که پوریا پوتک لایو گذاشت، خشار اومد تو و اونجا بود که دعوت کرد پوریا خشار اسار یا کچی بیتسو به این بتل و بعدش هم خب اون تو قبول کرد خشار اسار، اما فرداش یه پست گذاشت، تو این پست مقداری تیکه انداخت به پوریا پوتک، میشه گفت دیسش کرد و قبول کرد با کپشنی که گذاشت بتل رو، با هم میبینیم. تونتون کوس شرات تو تفیدی فکر کردی رامی، ولی خب چاغال کلی کار داره بشن این کاره، تو که مارکر رو کری پاره مثل من بیچاره، اینی که میگی بیام بتل فقط یه منی داره، اونم اینه کونت میخاره حاجی بزنی داره با. اما زیر این پست هم خبرایی بود، همونطور که میبینید پوریا پوتک کامنت گذاشت، نوشت این جرأت قابل تحسینه و دست زد براش، و خب خود خشار اسار کچی بیتس اینو ریپلای کرده، نوشت بیا طرف ما بوس بشی چاقی. اینجوری درگیری ها داره خیلی شدت میگرفت و که هم تیکه بازی کردن در ادامه. اما یه نکته جالب دیگه زیر این پست بود، اونم این بود که امید هنرور اومده بود کامنت گذاشته بود جان باز بتل، کچی بیتس باز اینو ریپلای کرده بود و نوشته بود جای خلوت خالی از روش رد شم دوباره، و اینجوری هم تیکه ریزی و دوباره به امیر خلوت انداخت. بعد از این پست استوریای رو گذاشت پوریا پوتک، چند تا موزیک ویدیو از چند تا رپ کن رو گذاشت، قسمتایش از لیل پی، پاپ اسموک و ایکس ایکس تنتاسیون، و خب اینا فوت کردن، نوشته بود ریپ و اسم اونها رو نوشته بود، و قسمت جالبش این بود که استوری آخر خشار اسار گذاشته بود و نوشته بود ریپ سون. به این منظور که توی بتل خواهی مرد دیگه، کارتو تموم میکنه. تو همین استوریا بود که پوریا پوتک اومد یه استوری باحال گذاشت، از طرفداراش خواهش کرد که توهین و بی احترامی نکنن، مخصوصا خانوادگی، که حرکت باحالی بود. با هم میبینیم استوریشو. چطورید بچه ها؟ بچه ها یه صحبتی با طرفدارام، اصلا خوش ندارم فوش ناموس به کسی بدید، چون این اصلا کار درستی نیست، همین که به من عشق میبرزید یه دنیا ارزش داره، ولی خواهشن فوش ناموس به کسی ندید، من خودم حساب این کچلو میرسم. خب این استوریای پوریا رو دیدیم، و خب این مسئله رو من اشاره کنم که یه بتل توی موزیک، هر اختلافی باشه توی موزیک، لطفاً به خانواده و اعضای خانواده و این داستان‌ها گیر ندید، پیام ندید، کلکل نکنید، بی احترامی نکنید، دقت کنید به بازی، مثلا یو اف سی نگاه کنید، دو نفر توی رینگ در حد مرگ همو میزنن و همون بعدش با هم دست میدن، همون بغل میکنن، حالا معدود هم هست کسایی که حالا مشکل شخصی دارن و اینا. مسابقات فوتبال رو ببینید توی زمین همون میزنن فلان درب داغون، آخر بازی همون بغل میکنن، اینم داستانش همینه، هر چی به هر حال داستان باشه، کلکل باشه، مشکل باشه، توی موزیک مشکل شخصی نیست، لطفا شما هم اینا رو شخصی نکنید که یه وقت شاید خدای نکرده واقعا یه جرقه بخوره و یه مشکل شخصی پیش بیاد. اما بعد از این استوریای پوتک و این حرفو، فرداش بود اگه اشتباه نکنم، خشار اسار اومد همچین استوری رو گذاشت که فام بود و یکس از پوریا بود. جالب اینجاست که پوریا خودش اینو تو ویدیوش نشون داده بود، به هر حال اومده اینو گذاشت، نوشت بیا بتل، خود پوریا رو هم تگ کرد، زیرش نوشت اینجا یاد امینم جلو آینه افتادم قبل بتل. بعد از اون استوری پوریا پوتک هم با این استوری جواب داد و گفت قراره بمیری. خب بعد از این کلکلا و این استوری ها، خشار اسار یه لایو گذاشت، اول تو لایوش یه سری حالا کوریا رو خوند، یه سری حرفا رو زد راجع به پوریا پوتک، اون اول با هم میبینیم. خب ببینم، کسی که نه یه هیت داره، نه یه رایم بلده بیاد، نه تکستش باحاله، نه سیسش خوبه، نه فیت با یکی داره، تو فیت نداری با یکی، هیچکی با تو کار نمیکنه، انقدر شاسولی.
این بتل ما هم میشه یه فیت بزنی تو پوستر اتاقت دوباره، مثل پوستر آقا کدوم اسکولی پوستر خودشو میزنه تو اتاقش. واقعا چلغوزی، میدونی چی میگم؟ پوستر خودتو میزنی تو اتاقت آقا. خب بعد از این تیکه ها بود که من اومدم توی لایو خشایار و قرار شد به عنوان فرد بی‌طرف که با جفت این اشخاص کانکته و در ارتباطه باشم، بیتو پوریا پوتک انتخاب کنه برای من بفرسته، من بفرستم برای خشایار، تایید شد روش بخونن کاراشو انجام بدیم. و خب خیلی خفن داره پیش میره این داستان، هر داستانی بشه من در جریانتون میذارم، تو اخبار رپی خواهیم شنید ازش که ببینیم آقا بیت چی شده، انتخاب شده یا نه. تو الان که خیلی کلکل و دوغ و خیلی خفن داره پیش میره، از این ور مرامه رو دارن، لوتیگریه رو دارن، از اون ورم کلکلاشون رو میکنن، همه چی به هم میگن و جنبه رو از همه مهمتر دارن و دارن اینو جا میندازن که خیلی جالبه. لطفاً شما هم تو این جنبه باشید، یه وقت نشه جوگیر بشید کاره عجیب غریب فواشی ناموسی و این داستانا. تو الان این داستانا خیلی کم بوده تو این مسئله که فحاشی و این حرفا باشه، که خیلی قشنگه همون یه ذره‌ش هم کم کنیم، خیلی باحال و خیلی خفن، این فرهنگ باحالیه. دم پوریا و خشیار هم گرم که اینجوری دارن با جنبه جلو میرن. اما خشیار استور بعد لایوش هم باز کوتاه نیومد، اول همچین استوری گذاشت نوشت طرفدار پوشک، خب یکم هم فان داره میکنه و یکم خب داره فشار میاره کلکل دیگه. بعد از اونم یک چیز دیگه از پوریا پوتک استوری کرد این شکلی و نوشت خوب بخواب که بعد از این خوابی نمیمونه برات. پوریا پوتک هم در جواب استوری گذاشته گفت به دست گرفتن قلم یعنی وارد شدن به جنگ، تیک تاک اس آر یعنی همون خشار اس آر یا کچی بیت سم تگ کرد و نوشت آماده باش. خیلی هیجانی هم برای این بتل و نمیدونم، به نظر میاد که یه بتل خفنی باید باشه، چون حالا پوریا پوتک داشته، حالا سابقه بتل میبینیم توی حالا ویدیوهای یوتیوبش و اینا، همه هم میدونیم که پوریا پوتک توی تیک انداختن و دیس کردن و اینا خیلی ماهره. همچنین خب خشارسار هم خیلی تجربه داشته تو این داستان، خب بتلا رو که خودش میشه گفت رواج داد و اوورد و تا الان تو کلی بتل بوده، آخریش هم که آهنگ رینگ بود و با تجربه بالا به نظرم یه کار خیلی خفن میشه و خیلی جالبه. باید آماده باشیم ببینیم چی میشه. اما یه داستان دیگه این وسط بود، حالا گفتم حواشی اپیکورینا رو ما با هم میبینیم بعدن توی یه ویدیو دیگه، اما حالا داستان چی بود؟ توی یه استوری عجیب غریب که واقعا من متوجه نشدم چرا این کارو کرد امیر اپیکور، اومد توی یکی از استوریاش تیکه رو انداخت به دوست دختر کوروش و یه ورس از حسین نوشت گفت این دیس دوست دخترته، البته از حسین خود اپیکور. و خب این خیلی دیگه داستان رو شخصی میکرد، حالا به هر حال نمیدونم دیگه بین خودشونه به دوست دختر همینا چیکار دارن من نمیدونم. اما خب خشارسار از این ناراحت شد با توجه به اینکه از اسم رب بتل هم داشت استفاده میکرد اپیکور و هشتگشو میزد زیر پستش، اومد به همچین استوری رو خشار گذاشت و گفت یکم از پوریا یاد بگیر این کارا چیه. و خود این حرکت قشنگی بود، میبینیم تو اوج این کلکله باز این تعریفو از پوریا پوتک کرد. اما بعد از این یه استوری گذاشت و نوشت موضوع بین رپراست، به دوست دختر همدیگه چی میگید؟ به نظرم خیلی منطقیه. بعد از اینم دوباره پوریا پوتکو تگ کرد و نوشت همچنان بتل سر جاشه، فکر نکنی ازت تعریف کردم حالا دور برت داره. و حالا خیلی جالبه کلا من این داستانی که داره بین این دو شخص پیش میاد و دوست دارم، بین پوریا و خشارسار همونطور که گفتم احترام همو نگه میدارن، کلکل هم میکنن، یعنی کلکل هم با هم میکنن و کم نمیذارن. خیلی هیجان دارم برای بتل، نمیدونم کی قرار کارش اوکی بشه ولی داریم کارش انجام میدیم، منتظر باشید. حتما نظراتون اون پایین بنویسید، به نظرتون این بتل کی میتونه که اون یکیو میشه گفتش که روش کم کنه یا ببره توی بتل، حتما اون پایین بنویسید. منتظر ویدیو بعدی هم باشید، رب حواشی بعدی همه داره میپزه، مصاحبه ها هم که اعلام کردیم یکی ضبط شده، یعنی دوتا ضبط شده و یکی هم داره ضبط میشه باز، مصاحبه هم یکم حواشی ها به خواب میاد. و این از این، مرسی که تا لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.